سلام عرض می کنم خدمت تمام همراهان توانا و کارشناسان عزیزی که در این میزده گرد حضور دارن. میزده گرد ما همونطور که مشاهده می کنین جوک های قومی، شوخی یا توهین هست. همونطور که در جریان این برنامه تلویزیون فیتیله در چند وقت اخیر باعث شد که اعتراضات زیادی بین در واقع افراد مختلف در شبکه‌های اجتماعی و همینطور در آذربایجان صورت بگیره، اعتراضات خیلی شدید شد به این برنامه و ما این دغدغه رو حس کردیم که در واقع این میزگرد رو تشکیل بدیم و نظرات کارشناسان و متخصصان رو درباره این مسائل جویا بشیم. خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی توانا در واقع کامنت گذاشته بودن که حالا که این اعتراضات در واقع ساکت شده یا خابیده، چرا شما دوباره دارین بحث رو باز می‌کنین؟ اما جدی بودن این بحث و عواقبی که ممکنه در واقع عواقب و خطراتی که ممکنه برای ایران ما حتی ایجاد کنه باعث شد که ما این دغدغه رو حس کنیم که این میزگرد رو تشکیل بدیم. در خدمت آقای کاظم علمداری جامعه شناس، آقای امید رضایی روزنامه نگار، خانم پروانه حسینی پژوهشگر حوزه مردم شناسی و آقای علیرضا رضایی طنزنویس هستیم. با آقای علمداری میخواستم شروع کنم و ازشون بپرسم که در واقع شما ریشه این جوک ها رو در کجا میبینین؟ اگر یه بررسی تاریخی بخوایم بکنیم که در واقع این جوک ها از کی اینقدر باب شدن؟ نظرات مختلفی درباره این قضیه وجود داره. مثلا عده میگن که به خصوص در جوک هایی که درباره در واقع ترک ها و همینطور گیلانی ها خیلی صورت میگیره، به این دلیل بوده که خب این دو قوم از روشن‌ترین اقوام ایرانی بودن، از زمان مشروطه در مبارزات مشروطه شرکت داشتن. روزنامه هایی که در واقع تأسیس شد در ایران جزء اولین اقوامی بودن که در واقع روزنامه در اونجا در اون مناطق در واقع راه اندازی شد. خیلی ها میگن که حاکمیت در واقع این فضا و این جو رو برای این دو قوم در واقع ایجاد کرد. از طرف دیگه ای هم بعضی ها معتقدن که در حقیقت شوروی سابق به خاطر اینکه به هر حال چشم داشت به شمال ایران و همینطور به آذربایجان، این جو رو ایجاد کرده. خیلی دلم میخواد که در واقع نظر شما رو جویا بشم آقای علمداری در مورد این قضیه و ریشه این جوک ها رو اگر که برای ما بتونین بیان کنین خیلی ممنون میشم. گذشته از این مناسبات تاریخی که جناب عالی بهش اشاره کردید و به اون پاسخ خواهم داد، قبل از اون علاقمند هستم که یک زمینه جامعه شناختی هم به این مسئله اضافه بکنم و این است که اصولاً مناسبات اجتماعی در جامعه و شکلگیری پدیده ها و واقعیت های اجتماعی یک جانبه شکل نمیگیره، بلکه بر اساس کنش و واکنش بین افراد جامعه، گروه های جامعه به وجود میاد. در رابطه با همین عنوانی که شما انتخاب کردید، جوک‌های قومی، شوخی یا توهین، مهم نیست که گوینده جوک منظور شوخی باشه، مهم این است که شنونده اون جوک به خصوص گروه مخاطب چگونه از اون برداشت بکنه و چگونه واکنش نشون بده. به نظر میاد که در مواردی که پیش آمده، گروه مخاطب با توجه به سابقه تاریخی که وجود داره اون رو شوخی فرض نمی‌کنه، اون رو توهین فرض می‌کنه و دلایلی هم داره برای اینکه این اتفاق بیفته. حالا بپردازم به اون نکته‌ای که جناب عالی گفتید. در طول تاریخ معمولاً جوک‌های قومی برای دلایل خاصی ساخته میشه، گفته میشه. معمولاً قوم برتر یا گروه برتر یا حکومتی که از گروه برتر تشکیل شده برای حفظ سلطه خودش تلاش میکنه که گروه‌های قومی رو تابع استانداردها و معیارها و ارزش‌های خودش بکنه، از جمله ارزش‌های زبانی و فرهنگی. بنابراین میدونیم که در طول تاریخ این اتفاق افتاده که گروه‌های حکومتی تلاش کردن که اقوام رو برای اینکه زیر سلطه خودشون نگه دارن اونها رو تحقیر بکنن. در واقع این شوخی نیست، بلکه برای ایجاد تحقیر قوم به اصطلاح اقلیت
و همینطور حفظ سلطه گروه حاکمیت هست. ولی از این گذشته به نظر من نکته مهمتر این است که نگاه بکنیم که این جوک ها فقط ساخته دولت ها نیستند، بلکه مردمی که با هم در کنش و واکنش هستند عملا تلاش میکنند که اون برتری که به طور تاریخی به وجود آمده از طریق جوک ها و تحقیر و تمسخر اقوام مختلف حفظ بکنند اون برتری رو. خب انقدر این گسترش پیدا میکنه که افرادی از قوم که مورد تمسخر و تحقیر قرار میگیره خودش در این پروسه، در این فرایند شرکت میکنه و جوک میگه و میخنده. البته این خنده خنده واقعی و درونی نیست، خنده ایست که میخواد تظاهر بکنه یا بگه که او از این جوک ها دلخور نمیشه، ناراحت نمیشه، ولی واقعیت ها چیز دیگریست. بنابراین اون نکته که جناب عالی بهش اشاره فرمودید در مورد پروسه تاریخی در این مسائل نهفته است که ببینیم تجارب در کشورهای دیگر بین گروه برتر یا قوم برتر و اقوام کوچکتر چگونه بوده. تجارب این گونه بوده که به خصوص مثلا در یک کشوری مثل کشور آمریکا که کشور چند قومیتی هست در 4 مرحله عبور کرده. مرحله اول که به نظر میاد خطرناکترین مرحله است، مرحله است که تضاد و کشمکش بین قوم حاکم به اقوام اقلیت انقدر گسترش پیدا میکنه که به نسل کشی میانجامه و این هم در آمریکا اتفاق افتاده و در کشورهای دیگر هم با اندازه های مختلف رخ داده. جنوساید اتفاق میفته به این معنا که قوم برتر برای اینکه این سلطه خودش رو حفظ بکنه انقدر پیش میره که ناچار میشه یا به جایی میرسه منتهی میشه که بخشی از افراد قوم که به اصطلاح کهتر رو از بین ببره. تجربه دوم تجربه به اصطلاح یکسانسازی است که تلاش میکنند قبل از این یکسانسازی اتفاق بیفته تجربه جداسازی اتفاق میفته. به این معنا که قوم برتر تلاش میکنه که اقوام رو از همدیگه جدا نگه داره که اتحاد ملی ایجاد نشه، قدرت خودش به خطر نیفته. اون تجربه سوم تجربه یکسانسازی است که قوم باز برتر تلاش میکنه که اقوام کوچکتر و به اصطلاح کهتر کم قدرتتر رو شبیه به خودش بکنه. مثلا در ایران تلاش برای این بوده است که زبان فارسی رو زبان غالب تصور بشه و به همگان به نوعی دیکته بشه که فارسی صحبت بکنن به جای اینکه زبان فارسی و زبان قوم خودشون رو هم به کار ببرن. و نهایتاً تجربه چهارم تجربه پلورالیسم هست که کثرت‌گرایی است که متعلق به دوره مدرن و پیشرفته جامعه است و این مرحله مرحله‌ای است که تمام اقوام از حقوق شهروندی برابر برخوردار هستند. البته همونطور که اشاره کردم این به سادگی به دست نمیاد. مثلا امروز در آمریکا این به این مرحله رسیده، یه مرحله است که مرحله کثرت‌گرایی است. گروه های قومی مختلف چه قومی چه مذهبی چه زبانی در وضعیتی قرار دارن که میتونن آن چیزی که خودشون به عنوان هویت گروهی خودشون میشناسن رو حفظ بکنن در کنار هویت ملی. ولی در یک جامعه مثل ترکیه هنوز به این مرحله نرسیده. در ترکیه مرحله جداسازی که مرحله سوم باشه حفظ شده و گروه یا بر گروه حاکم تلاش میکنه که اونها رو به عنوان یک قوم کهتر در جامعه حفظ بکنه و تلاش اون گروه برای اینکه به حقوق برابر دست پیدا بکنه این است که به مقابله به مثل بپردازه و به خشونت کشیده بشه، به مقابله نظامی کشیده بشه. تجربه‌ای که باز در ترکیه امروز هنوز وجود داره و سرانجامش این است که جامعه به سر سامان یک حاکمیت ملی دست پیدا نکنه، به دموکراسی واقعی دست پیدا نکنه، ممکنه بین دموکراسی و حکومت‌های دیکتاتوری در نوسان باقی بمونه. باز هم همین وضعیتی است که امروز در ترکیه شاهد هستیم. اینا رو به این دلیل دارم میگم که ببینیم که در ایران که مسئله
قومی هنوز به طور کامل حل نشده، ممکن است اتفاقات اینجوری هم بیفتد. به خصوص اینکه شما اشاره کردید که کشورهای همسایه هم ممکن است چشم طمعی داشته باشند به اقوامی که شبیه اون اقوام در کشورهای خودشون هم زندگی میکنن، بخوان اونها رو یگانه بکنن، بخوان بخشی از خاک اون رو ضمیمه بکنن، چیزهایی است که در گذشته هم اتفاق افتاده. ولی نکته نهایی من این هست در این تجربه تجارب این است که نگاه بکنیم ببینیم که خواستهای ملی بدون حل مشکلات قومی برآورده میشه یا نه. باز تجارب نشون داده در کشورهای پیشرفته، در کشورهایی که این مراحل رو گذروندن، این است که بدون حل مسئله قومی، مسئله ملی از جمله حقوق برابر شهروندی، برابری حقوق زن و مرد یا کسب حقوق بشر یا دموکراسی و آزادی فراهم نمیشه، به دست نمیاد. بنابراین یک پیش زمینه‌ای برای حل مسئله ملی وجود داره و اونم حل مسئله قومی است که در ایران این اتفاق هنوز نیفتاده. این جوک هایی که حالا این اواخر در نمایشنامه به صورت خیلی مضحک و به نظر من مشمئز کننده طرح شد، به یک نوعی همکاری دولتی و مردمی توش هست، به نوعی که شما میبینید که در برخی از گفته ها در توجیه این جوک های زننده بود که البته خنده‌دار هم به نظر من نبود، ولی در هر حال نشان دهنده یک واقعیت هست. اون واقعیت رو به این سادگی نمیشه برطرف کرد. منم باز در پایان به دو تا تئوری جامعه شناسی اشاره بکنم که از دریچه این تئوری های جامعه شناسی میشه بیشتر به کنه مسئله پی برد و راه حل هایی رو پیدا کرد. یکی از این تئوری ها نظریه W.I. Thomas هست، جامعه شناس آمریکایی هست که بر اساس تعریف از شرایط مشخص است، The definition of the situation، که بر اساس یک تعریف مهم نیست که اون گوینده جوک چه نظری، چه منظوری، چه مقصودی داشته باشد، مهم این است که آن شنونده چه تعریفی به چه برداشتی از این داشته باشه و اون برداشت میتونه مخرب باشه و باقی بمونه. بنابراین برای حل مسئله باید نگاه کرد که روی مخاطب داره چه اثر منفی میگذاره. در مورد همین پدیده آخر میبینیم که ترک ها در آذربایجان و بعضی از شهرهای آذربایجان دست به تظاهرات و اعتراضات زدن و این اعتراضات توسط نیروهای حکومتی سرکوب شد، مانع اعتراض شد. آقای علمداری میبخشید خیلی صحبت شما طولانی شد، میبخشید وسط صحبت شما میام، اما برمیگردیم در واقع به مسئله آذربایجان و دوباره باز میکنیم این بحث رو با شما. اگر اجازه بدین من سوالات دیگه ای بپرسم از کارشناسان دیگه، چون خیلی هم وقت نداریم و مهمانهای دیگه هم صحبت کنم. متشکرم. خانم حسینی، شما مطلبی نوشته بودین که من در صفحه فیسبوکتون خوندم، در حقیقت این موضوع رو عنوان کرده بودین که این جوک ها، این دست جوک ها کلیشه سازن و نوعی نگاه ذاتگرایانه رو در واقع ترویج میکنن. لطف بفرمایید برای مخاطبان ما بفرمایید که اثر این نگاه به نظر شما چیه و چه خطراتی ممکنه داشته باشه. خیلی ممنون. سلام میکنم به شما، مهمان ها، همه حضار. درباره نگاه ذاتگرایانه که خیلی کوتاه نوشته بودم دربارش، ببینید اینجور شوخی ها، جوک ها و شوخی هایی که درباره قومیت ها گفته میشه، یک جور نگاهی که میشه بهش کرد این هستش که ببینیم جدای از اینکه حالا آیا توهین‌آمیز هستن یا نیستن، اینکه وقتی یک کلیشه‌ای رو دائم تکرار میکنن باعث باز تولید اون کلیشه ها و استریوتایپ ها میشن. حالا اشکال استریوتایپ چیه؟ اشکالش این هست که یکی از اشکالاتش این هست که نگاهش ذاتگرایانه هست. ذاتگرایانه یعنی چه؟ نگاه ذاتگرایانه نگاهی هست که یک سری از ویژگی های بگیم رفتاری رو نسبت میده به یک گروه، اینجا قومیت خاص. اون ویژگی ها میتونه مثبت یا منفی باشه، هر دو اشکال داره.
بیشتر وقتی اشکال داره که یک ویژگی منفی مثل مثلا کم هوش بودن، خنگ بودن، تنبل بودن یا هر ویژگی دیگه منفی رو نسبت بدیم به کل یک قومی. و این شوخی ها، این جوک ها گرچه به نظر میرسه که خیلی وقتا توجیه میکنن اینجوری که فقط شوخیه، ولی همطور که آقای علمداری هم اشاره کردن، نیت اینجا اصلا نقش نداره. مهم نیست که کسی که جوک رو میگه و کسی که به جوک میخنده نیت این رو داره که باز تولید این کلیشه رو بکنه یا نه. خود تکرار جوک و حتی خندیدن به جوک، چرخش جوک باعث باز تولید این کلیشه میشه. و این کلیشه وقتی باز تولید شد در جامعه زیاد و صاحب تاریخ شد، تأثیر خودش رو در زندگی جدی آدم ها هم میذاره. شرایطی ممکنه پیش بیاد که شناخت بعضی از آدم ها به بعضی از افراد، مثلا یک قومیت، تحت تأثیر شنیدن مدام و مواجه شدن مدام با این استریوتایپ ها باشه. و حتی خیلی وقتا ما میبینیم که مثلا اگر بگیم که در مخالفت با این که نه فلان قومی اینجوری هم نیستن، خیلی وقتا صحبت از این میشه که اینجوری توجیه میکنن که من خودم دیدم که مثلا فلان کس تو مدرسه همین جوری بود، یا مثلا ما توی فلان مدرسه بودیم نصفشون فارس بودن نصفشون ترک بودن، ترک ها شاید اول نمی شدن چرا، مثلا از این توجیه های اینجوری، یا مثلا فلان موقعی سوار اتوبوس بودیم راننده ترک بود بعد اینجوری شد. یک مثال هایی میارن برای اینکه بخوان ثابت بکنن که اون ویژگی رو خودشون شاهدش بودن. حالا وقتی که این استریوتایپ ها میچرخه، در واقع یک پیش ذهنیتی به وجود میاد در آدم ها که اون پیش ذهنیت یک پیش داوری رو به وجود میاره. وقتی که مواجه میشن با موقعیتی که حتی یک نفر، حالا یا بگیم چند نفر، همون ویژگی رو نشون میدن، من اینو میخوام تو پرانتز البته نگه دارم که اون ویژگی دیدنش یه مقدار یک حرف، این که یعنی دیدن ظواهر اون یک حرف، این که معنیش چیه یک حرف دیگه هست، و این که اصلا از چه سابقه‌ای برمیاد و آسیب‌های اجتماعی که اون گروه دیدن و اینا یک صحبت دیگه است. حالا ما میگیم گیریم که یک همچین موقعیتی قرار میگیره یه نفر و یک نمونه‌ای میبینه و میخواد ثابت بکنه که پس اینها، این نمونه رو من دیدم، پس این حرف صحت داره، وجود داره، دوباره بازگشت به همون نگاه ذات‌گرایانه هست، بازگشت به استریوتایپ سازی هست. و اینکه این استریوتایپ ها، این کلیشه ها در جامعه به وسیله جوک، یکیش جوکه، میچرخه، باز تولید میشه، ما بخواهیم یا نخواهیم چرخش این جوک ها باعث تقویت این کلیشه ها میشه. خیلی ممنون خانم حسینی. من میخوام که خیلی طولانی صحبت نکنم که بتونیم بحث بچرخیم. خیلی لطف کردین، ممنونم. آقای رضایی، البته امید رضایی، میخواستم که در واقع نظر شما هم البته یک مطلب خیلی مفصلی نوشته بودین توی رادیو زمانه و تحلیل جامعی کرده بودین از در واقع این مسائل و موقعیتی که وجود داره، خطری که در واقع این جوک ها ایجاد میکنن، و دلم میخواد که نظر شما رو و تحلیل شما رو بدونم، و آیا شما در واقع مردم آذربایجان رو در اعتراضاتی که صورت میگیره محق میدونین این شدت از خشمگین شدن رو؟ خودتون به هر حال ترک زبان هستیم و احتمالاً در واقع تحلیل بهتری از کسانی که فارس هستن ارائه خواهید دید. منم سلام میکنم به شما و همه مهمونا و شرکت کنندهاتون. البته من ترک زبان نیستم، من ترک هستم، و این دوتا تفکیک خیلی جدی بین این دوتا وجود داره. اما ببینید، از بخش دوم شروع میکنم، اینکه آیا مردم آذربایجان رو محق میدونیم در شدت اعتراضات یا نه. شدت اعتراضات اصلا مشخص نیست، چیزی به اسم شدت اعتراضات که ما اصلا نمیدونیم چیه. مثلا اینه که یه سری اعتراضهایی شده و بعد سرکوبی به وجود اومده، اعتراضات به خشونت کشیده شده. ما باید از اینجا بیایم شروع کنیم که اصلا آیا حقی برای اعتراض وجود داره یا نه.
یعنی آیا توهینی شده یا نه. من خیلی با آقای علمداری موافق نیستم که هر جا کسی احساس کرد بهش توهین شده حتما توهینی شده. مثلا مذهبی ها نسبت به هر نقدی نسبت به مذهب احساس میکنم بهشون توهین شده، ولی خب اینطور نیست و ما حق داریم مذهب رو نقد بکنیم، کما اینکه ما حق داریم ترک ها رو نقد بکنیم اگر رفتار فرهنگی خاصی یا هر چیز خاصی دارن. ولی مسئله اینه که توی برنامه در برنامه فیتیله به طور مشخص اینجا یه کلیشه خیلی جامع خیلی عمومی بازتولید میشه در جایی که در پربیننده ترین رسانه فارسی زبان دنیا احتمالاً فکر میکنم راجب تلویزیون ایران بشه این رو گفت در یک برنامه کودک، و اون کلیشه خب همون چیزیه که ما همیشه توی جوکامون داریم، حماقتی که به ترکان نسبت میدیم. این کلیشه بازتولید میشه اونجا و خب خیلی طبیعیه مردم احساس میکنن که بهشون توهین شده، یعنی مردم احمق فرض شدن. یعنی اینجا اصلا بحثی نیست که، یعنی لزوما اینطور نیست که ما بگیم چون مردم آذربایجان فکر میکنن بهشون توهین شده پس حتما توهین شده. نه، ما از این ور میریم توهین شده بده. یک مردم به طور عمومی، همه یک قوم چند میلیونی چند ده میلیونی احمق فرض شدن. و خب بلافاصله این سوال پیش میاد که حتما دوستان دیدن فیتیله رو، اون قسمت فیتیله رو، یه کسی که به اشتباه از برس در واقع توالت بر دنبال مسواک استفاده کرده ترکی حرف میزنه. این سوال پیش میاد که اون آدم باید خب بالاخره به یه زبونی حرف میزد دیگه. تازه البته اگر ما موافق باشیم که حتما چنین شوخی، چنین طنز مبتذل و بی‌معنی و بی‌مزه و خنکی باید توی برنامه کودک باشه، یه به یه زبونی باید حرف میزد. مثلا اینه که مثلا آیا اگر با لهجه اصفهانی حرف میزد، اصفهان همون وضعیتی رو داشت که تبریز بعد از اعتراضات داره، یا اگر به زبان به فارسی معیار حرف میزد تهران، در تهران اتفاق خاصی میافتاد؟ نه، اینطور نیست، این اتفاق نمیافتاد. بله، بالاخره اون آدم باید به یک زبونی حرف میزد، ولی مسئله اینه که زبونی که اون آدم حرف میزنه و اون زبونی که یک احمق بهش حرف میزنه همون زبونیه که سالهاست، هم زبون کسانیه که سالهاست در جوکای ما احمق فرض شدن. یعنی بعد جامعه به این نتیجه رسیده که آره خب اینا احمقن، حالا ما هر جای احمقی داریم بیاریم به این زبون صحبت بکنه دیگه، ما خودمونم این رو باورمون میشه. ببینید هیچ شوخی، هیچ جوکی در مجموع شوخی، حالا جوک رو هم اگر نوعی شوخی بگیریم، 100% شوخی نیست. هر طنزی واجد بخشی از واقعیته. وقتی ما میایم در جوک هامون ترکا رو احمق فرض میکنیم دیگه نمیتونیم بگیم نه ما فکر نمیکنیم شما احمقید، فقط داریم جوک میگیم. چه این چیزی نیست، ما اونقدر این رو تکرار میکنیم که خودمون هم باورمون میشه. و صرف نظر از اینکه اصلا این از کجا اومده، ممکنه یک جاهایی به دلیل تفاوت فرهنگی بین اکثریت و اقلیت‌های مختلف یه سری از کارهای من اقلیت به نظر اون اکثریت حتی احمقانه بیاد که لزوماً همینطور نیست، فقط ممکنه تفاوت باشه، ولی ما انقدر این رو تکرار کردیم که حالا باورمون شده خب اصلا اینا کلن احمقن، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. و بعد هی همه جوکا میره این بر به این شکل در میاد و خب بعد اعتراضات اتفاق میفته. مسئله اینه که در مورد برنامه فیتیله وقتی اون اتفاقات افتاد، این همه اعتراضات گسترده‌ای که حالا خیلی ابعادش رو نمیدونیم به خاطر سانسور، ولی به هر حال گسترده بود، قطعا این اعتراضات فقط به یه برنامه کودک نه چندان پربیننده نیست. این اعتراضات به مجموعه اون تغییرهاست، به اون سالها تغییر که خب یه جایی یه فرصتی پیش میاد میزنه بیرون. حالا اینجا فیتیله حدود 9 سال قبل مثلا سر همون کاریکاتور روزنامه ایران. من فکر میکنم بله، وقتی ما یک کلیشه مسخره رو توی تلویزیون دولتی رسمی ملیمون باز تولید میکنیم، طبیعیه که اون مردم واکنش نشون میدن. حالا میشه بحث کرد که چرا هزار جای دیگه بهشون هزار ظلم دیگه میشه واکنشی نشون نمیدن، یا میشه هزار تا بحث دیگه میشه کرد، ولی در مورد اینکه آیا حق دارن اعتراض بکنن واقعا فکر نمیکنم بحث خاصی وجود داشته باشه. وقتی به یک قوم چند ده میلیونی میگیم احمق، خب طبیعیه که واکنش نشون میدن. خیلی ممنونم آقای رضایی.
علی رضا جان، از شما میخواستم بپرسم که حالا بحث طنز که مطرح شد، در واقع مرزی که در واقع بین طنز و توهین وجود داره کجاست؟ آیا اصلا مرزی به نظر شما وجود داره؟ و اینکه خب یکی از ویژگی های طنز در واقع بزرگ نماییه که در واقع ایجاد میکنه، به نظر شما این بزرگ نمایی در واقع در این دست جوک ها اصلا وجود داره یا از اساس در واقع توهینه و تحقیره؟ و اینکه اصلا رسالت در واقع طنز رو در واقع این جوک ها رعایت میکنن نمیکنن؟ این چیزی رو که بالا شما به عنوان مرز دارید میگید، من این شکلی بهش نگاه میکنم که شاید تو قالب رسانه داریم میگیم، تو قالب یه برنامه طنز داریم میگیم. برای خودم به عنوان کسی که دارم کار طنز میکنم، امید مثال خیلی خوبی زد. من یه سری طنزها در نقد اعتقادات و خرافات میسازم و فکر نمیکنم، یعنی تا الان حتی از طرف افرادی که خیلی چیزهای مذهبی دارن، گرایش‌های مذهبی دارن، تا الان حتی در یک مورد به من گفته نشده که به ما توهین شده. برعکسش رو شنیدم. وقتی که دو مسئله است، یکی خب خانم حسینی، آقای علمداری اینو از نظر اجتماعی کاملا گفتند که در اجتماع چه اتفاقی میفته، چطوری اینا دست به دست میشه، چه شکلی گفته میشه. این یک بحثه. بحث دیگه این که وقتی من این رو میخوام در قالب یک رسانه و توی یک برنامه استفاده بکنم، قطعا اونجا هر تعداد مخاطب هم داشته باشم، کم یا زیاد، اونجا من دلم نمیخواد که من توی اون برنامه میخوام یک کاری رو انجام بدم، یک تأثیری رو بگذارم، یک حرفی رو بزنم و اون حرف من قطعا این نیست. اگر که قرار باشه که من یک جوکی رو بیام توی یه برنامه بگم، یک تصور عمومی رو بخوام بیام اونجا دوباره تکرار بکنم، خب چه لزومی داره که اصلا من اون برنامه رو بسازم؟ من این جوک رو میتونم توی وایبر بنویسم پخش کنم، یا توی همین اتفاقی که به طور روزانه همه ما توی این شبکه ها میبینیم و خواسته یا ناخواسته گیرنده اینها هستیم، چه لزومی داره که دیگه من بیام این کار رو بکنم؟ این یه داستانه. داستان دیگه، من اگر اجازه بدید یکی دو مورد خیلی کوتاه بگم، حالا چیزی که نظر من هست سوای بحث حرفه‌ایش. من اینجا این رو صحبت قبل رو تموم بکنم که به نظر من اعتراضی که به این برنامه، به این افراد و به این حد شد، من میگم که به عنوان یک طنزپرداز در جامعه خودم در ایران، سوای همه اون صحبت ها و بحث ها، سوای تمام اون دغدغه ها و حساسیت ها که قطعا من خودم به شخص سعی میکنم که رعایتشون بکنم، اما مردم ما نباید، حالا هر کدوم، مذهبی ها، افرادی با قومیت های مختلف یا هر کی، این وحشت رو در من به وجود بیارن که من نتونم راجبشون حرف بزنم. من بگم من الان اگر میخوام راجب اینها حرف بزنم و کار من طنز، زبان گفتاری و کار من طنز، سوا این که حالا زبون دیگه بلد هستم یا نیستم، عموما توی کارم بلد نیستم، من این زبون رو بلدم و با این زبون اینا نباید من رو اینقدر پس بزنن که من وحشت داشته باشم از اینکه فرض کنید شما، من دارم راجع به یک خرافه ای صحبت میکنم که این خرافه رو یک عده ای فرض کنید از ترک ها هم به شدت دارن بهش دامن میزنن و اتفاقا بیشتر از بقیه هم دارن بهش دامن میزنن. مثال دارم میگم، الان مورد خاصی مد نظرم نیست، حالا مثلا شاید توی دهه محرم، چرا همین محرم گذشته، یه مثالایشو دیدیم. مثالایی که دیدیم اینا ویدیوهایی که اتفاقا تصاویرش رو خودشون منتشر میکنن، بعد من میخوام راجع به اون حرف بزنم، چون این اتفاق در آذربایجان افتاده و چون این افراد ترک هستن، اینها من رو همون ابتدا فشاری که وارد میکنن خلع سلاح میکنن و اصلا من با وحشت باید راجع به همین چیزی حرف بزنم. نباید این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه اگر که جامعه اونها توسط خودشون و دیگران نقد نشه، قطعا اینها در یک جا خواهند بود. یه چیزی رو من میخوام برگردم به صحبت آقای علمداری، چیزی رو که گفتن و من یادداشت کردم، این که اقوام دیگه برای این یه چیز جدایی است، میخوام راجبش حرف بزنم، این که برای حفظ برتری خودشون
بیان و مثلا از جوک ها استفاده بکنند و اینها. من نمیدونم حالا تو کشورهای دیگه چه اتفاقاتی افتاده، حالا جست گریخته میدونم، مثلا جایی که من زندگی میکنم در فرانسه، میدونم که بین فرانسه و بلژیک همچین داستانی هست و دقیقا هدفشون این هست که اتفاقا از این طریق مرزهاشون رو، اصلا یه فیلم کمدی اینجا ساخته شد، یه کسی بود، یه مرزبان بلژیکی بود که مثلا شبا پا میشد تابلو بلژیک و دامت میذاش اونورتر که کشورشون بزرگتر بشه. این رو با طنز بیان کرده بود و در واقعیت این هست، یعنی بین اونها این داستان است. ولی ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم. آقای علمداری میگن که برای اینکه گروه حاکم یا اون قدرت افراد دیگر رو در ضعف نگه داره استقبال میکنه از اینها. در تاریخ ایران همیشه برعکس بوده، یعنی داستان این بوده که ترک ها در قدرت بودن، ترک ها قدرت داشتن از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، همین الانش هم همینطور هست. و در ایران همیشه ما برای نقد قدرت اتفاقا از جوک استفاده کردیم. این اتفاقی که حدود 150 سال تو ایران داره میفته، تو 100 سال اخیر که نمونه های خیلی خیلی زیاد داریم در نقد قدرت و در رد قدرت. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، یه چیزی که فرض بکنید که یک اتفاقی در دنیا میفته، همه مردم وحشت زده میشن و شروع میکنن به از طریق جوک و از طریق این که من دارم میگم جوک، قطعا منظورم تمسخر، مخصوصا که اون فرد هموطن من باشه، مخصوصا که اون فرد، من اگر فردا بخوام در یک انتخابات آزادی در ایران شرکت بکنم در کنار اون شرکت میکنم. ولی یک جوری نشه که میگم من مثلا علاوه بر این که وحشت داشته باشم میخوام راجبش حرف بزنم یا صحبت بکنم، برگردم بگم که خب من پیش خودم میگم که تا الان کدام یک از این چیزهایی رو که من برای نقد، حالا موارد مختلف که یکیش برمیگره به جنوب ایران، یکیش برمیگره به شمال ایران، ولی به طور کلی من راجب کشورم ایران دارم صحبت میکنم، اگر این یک گوشش به فرضاً آذربایجان بخوره، من قطعا میتونم بگم که تا الان طنز، من الان موضوع صحبتم برنامه فتیله تو این قسمت خاص نیست، اون یک توهین مستقیم بود، من این رو خیلی مشخص بگم، ولی میتونم بگم که طنز تا الان نه باعث تجزیه ایران شده، نه باعث مرگ کسی شده، نه باعث شده که کسی کارش رو از دست بده. و در این مدت خب یه رفتارهایی هست که طبیعتاً آقای علمداری یا خانم حسینی قطعاً بیشتر راجبش توضیح خواهند داد، قطعاً با تحریک دیگران یک اعتراضات خیلی بزرگ شکل میگیره. ما این اعتراضات رو موقعی که تیم تراکتورسازی میره یه مسابقه میده، تقریباً یه همچین تیپ اعتراضاتی رو هر بار شاهدش هستیم. اینا یه به هر حال به یک چیزی خیلی سخت اعتراض میکنن، شاید هم از طرف دیگران این شکلی شده که اینها در یک موضعی قرار گرفتن که هر کسی هر صحبتی میکنه اینها سری گارد میگیرن و سری میخوان یه واکنشی نشون بدن که طرف پیشروی بیشتر از این نکنه. ولی من مطمئنن میتونم بگم که شاید از طرف فرضاً کشورهای همسایه ای ما تلاشهایی بشه یا از طرف دیگران که اختلافاتی در داخل ایران بیفته، اما تا الان هرگز از طرف خود ملت ایران این اتفاق، ما نمونهش رو نداریم که در طول تاریخمون یا حداقل مثلا در 100 سال گذشته که این اتفاق خیلی به شکل زیاد و گسترده‌اش داره میفته، باعث شده باشه که میگم کسی کارش رو از دست داده باشه، کسی برعکس این قضیه شده. در همین مورد، در همین برنامه فتیله، اعتراض باعث میشه که یک عده شغلشون رو از دست بدن. من فکر میکنم که مردم آذربایجان شاید کار بهتری که میتونستن بکنن، اعتراضی که کردن شاید حقشون بود، من حالا تو این جایگاه نیستم که بخوام بگم حقشون بود یا نه، دوستان دیگه تخصصشونه، اما کار قشنگتری که میتونستن بکنن، وقتی یک نفر میاد به اشتباهش اعتراف میکنه و این اشتباه واقعا باعث نشده که کسی کاری رو، زندگی رو، جانی رو از دست بده، باعث هیچ کدوم اینها نشده و میاد، این آدم ها کلی کار خوب دارن، ما همه اینها رو گذاشتیم کنار، یک نقطه منفی رو گرفتیم و تا نابود کردنشون داریم جلو میریم. کار خوبی که ترک ها میتونستن انجام بدن به نظر من، یا همین الان هم میتونن انجام بدن، اینه که این افراد رو برگردونن به کارشون، یعنی خودشون خواهان این بشن که این افراد برگردن. یقینا با این کار تأثیری که خواهند گذاشت ده ها برابر اعتراضشون خواهد بود. ممنون آقای رضایی.
من سلام میکنم خدمت همه و خوشحالم از اینکه همچین جلساتی در واقع شکل میگیره که گفتگو بشه راجع به این مسئله. یک چیزی رو که من خدمت آقای علیرضا رضایی در واقع باید عرض بکنم، اتفاقا موضوع طنز باعث کشته شدن افراد همین توی ایران شده. یعنی سال 2006 توی ایران به خاطر اعتراضاتی که واسه همون قضیه سوسک توی روزنامه ایران بود و اعتراضات خیلی گسترده ای هم شد، توی اون اعتراضات افرادی بودن که کشته شدن. حالا من نمیخوام به این مسئله بپردازم، ایشون عنوان کردن که اعتراضات دیگر، در واقع تحریک های دیگران هست که باعث شده که مثلا این اعتراضات بگونی بشه که حالا ممکنه به یه شکل نامناسب در واقع خودش رو بروز بده، ولی اینو میخواستم اول خاطر نشان بکنم که اتفاقا این مسئله باعث مرگ افراد شده. یه نکته ای هم که من خیلی دوست داشتم اونو بهش بپردازم اینه که بحث موضوع اقلیت هست. موضوع مسئله اقلیت هم نه به لحاظ تعداد، ما باید همیشه به این مسئله نگاه بکنیم. اقلیت در معنی، در مفهوم اجتماعی اون یعنی گروهی که امتیازاتشون به هر نوعی ممکنه نادیده گرفته بشه، حقوقشون. مثلا زنان اقلیت محسوب میشن ولی خب تعدادشون کم نیست توی جوامع. تعداد زنان حتی ممکنه یه جزی اپسیلون هم بیشتر از مردها باشه، ولی زنان رو ماینوریتی حساب میکنن، اقلیت حساب میکنن، برای اینکه به صورت تاریخی حقوقشون پایمال شده یا نادیده گرفته شده یا جزء گروه فرودست هست. یک دوستان خیلی من استفاده کردم، همه از دید جامعه شناسی مسئله رو بررسی کردن. من یکی دو نکته رو میخوام بگم که حالا من تخصصم البته جامعه شناسی، ولی اون چیزی که در واقع من دارم میبینم به عنوان یک زن ترک این هستش که بحث همکاری در واقع مردان و مردم هست. یک رو ما باید همیشه در نظر بگیریم که توده مردم، یعنی به صورت عام همه مردم، همه قوم، همه اقوام، همه ملیت ها این احساس رو دارن که اگر جامعه مدنی و دولت به درستی اون ساخت ها رو در واقع تنظیم نکنه، جامعه به سمت نژاد پرستی بره. میکنه. یعنی ترکان میتونن به سمت نژاد پرستی برن، کردان میتونن، پارسان میتونن، همه ملت ها. این چیزایی که در واقع میخوام بگم به معنی مثلا مقدس کردن یک مثلا گروهی، یا بگم که مثلا ترک ها اصلا هیچ وقت استعداد نژاد پرستی نداشتن، یا مثلا یه همچین تقسیم بندی رو نمیخوام بکنم، ولی در کل میخوام بگم که این ماجرا در واقع کمک و اون همکاری بین نهادی هست که قدرت رو در دست داره و اون گروهی که داره از این مسئله به نوعی منتفع میشه، چون قرار هستش که حقوق دیگر اقلیت ها زیر سایه این حقوق اکثریت قرار بگیره. اکثریت در معنی تعداد هم نمیگم، اکثریت در معنی اجتماعیش دارم میگم، در معنی حقوقیش دارم عرض میکنم. و توی این مسئله اخیرم من میتونم بگم اگه فکر کنیم که همچین برنامه‌هایی یعنی همینطوری شانسی بوده، یه ذره ساده انگاری کردیم. تصور خود من این هستش که اگر نگاه بکنید روز 22 در واقع مهر ماه آیت الله خامنه‌ای میگه که از گرایش‌های در واقع قومیتی توی دانشگاه‌ها نگران هست. چند ماه قبل از اون آقای روحانی از مردم تبریز کارت قرمز میگیره بعد از اون جریان بازی تراکتور. نظر من این هستش که وقتی یک همچین توهینی که خیلی عریان و مشخص هست از طرف یک تلویزیونی با این تعداد از بیننده پخش میشه، نظر من این هستش که در واقع دولت ایران در واقع داره واکنش سنجی میکنه، ببینه که ترک ها چطور واکنش نشون میدن و چقدر اتحاد بین جامعه مدنی
به وجود اومده از بابت اینکه جامعه روشنفکر چقدر میتونه این مسائل رو ببینه و درست تحلیل بکنه. ببینید، ما همه قبول دارن که توی بحث جنبش سبز آذربایجان واقعا حمایت نکرد جنبش سبز رو. شبنامه هایی درست همون موقعی که اعتراضات توی رشت و در واقع تهران و اصفهان وجود داشت، شبنامه هایی پخش شد که این جنبش مال ما نیست و در واقع از این اتفاق اون چیزی که صدمه میبینه در واقع دموکراسی و جامعه مدنی هست که صدمه میبینه و دولت ایران و رژیم ایران خیلی روی این در واقع داره برنامه ریزی میکنه، چون این توهین اونقدر زننده بود که دقیقا میتونست پتانسیل واکنش ترکا رو نشون بده و در این حال این رو این امکان رو میداد که این مسئله رو بسنجن که ببینن چقدر این اتحاد بین جامعه مدنی و دو حرکت و جنبشی که تقریبا در واقع اصلی ترین جنبش های اعتراضی داخل ایران هستن، جنبش حرکت مدنی آذربایجان و جنبش سبز، چقدر این اتحاد بین این دو تا جنبش به وجود اومده که متاسفانه در واقع خیلی نتیجه خوبی نداشت. و یه مسئله دیگه که حتی اون اتحاد کافی بین جنبش فمینیستی و جنبش زنان ایران هم با جنبش اتنیکی وجود به وجود نیومده هنوز. شما ببینید که اعتراضات زنای تو میبخشید میونه صحبتتون میام، ولی اگر کوتاه‌تر کنید خیلی ممنون میشم ازتون، خیلی وقتم نداریم. خواهش میکنم. یه چیزی که خیلی برای من اهمیت داشت این بود که شما توی تقریبا هیچ کدوم از مدیای فارس حضور زنای ترک رو شما ندیدید. یعنی عکسایی که به هر حال مدیا نمیتونه، این اعتراضات خیلی گسترده بود توی در دنیا این مسئله پخش شد و همه دنیا دیدن، ولی عکس‌ها و ویدیوهایی که از طریق مدیای فارس انتخاب شد کاملا سلکتیو و انتخابی بود و حضور زنای ترک رو نشون نداد. چون به هر حال این مسئله نشون میده که وقتی حضور زنهای ترک توی این اعتراضات رو نشون میده که این گفتمان به اندازه کافی و به طور فراگیر توی یک جامعه نفوذ کرده و فقط یک حرکت ناسیونالیستی مردانه نیست. مرسی. آرش جان اگر صحبت دیگه نیست ما وارد بحث با کارشناسای عزیز بشیم. با شماره 3952 در جلسه هستن، درخواست وقت کردن. شماره 3952 میتونید میکروفونتون رو از نوار بالای صفحه فعال کنیم و سوالتون رو مطرح کنیم. با سلام خدمت همه عزیزایی که حضور دارن و با تشکر از آموزشکده توانا که واقعا جلسه‌های به این خوبی رو تشکیل میدن، من یه نکته‌ای رو می‌خواستم یادآوری کنم و اون این که از ویژگی‌های حکومت‌های استبدادی و توتالیتر اینه که مردم رو به هر شکلی که شده از همدیگه جدا کنه، فاصله بندازه، بین اونا دیوارای قرار بده بسازه که بتونه به اون شکل مطلوبی که دلش میخواد از این جدا بودن مردم استفاده کنه، چه تو رژیم گذشته چه تو رژیم فعلی که هر دو استبدادی و توتالیتر هستن. یکی از روشهایی که جواب میده و میشه مردم از هم جدا کرد همین جدا کردن قوم‌ها و اقلیت‌های مختلف از هم دیگه، و میشه با همین جوکای قومی دیوارایی رو ساخت که بین اقوام مختلف فاصله بندازه و همونجور که از قدیم هم گفته شده تو یک ضرب المثلی تفرقه بنداز و حکومت کن. اینم از روشاییه که میشه با جدای انداختن بین قوم‌های مختلف با توجه به زبونشون یا لهجهشون یا هر مورد دیگه‌ای به این خواستشون برسن. با تشکر. خیلی ممنونم. آقای علمداری، شما طرح در واقع بحث یکسانسازی رو مطرح کردین. میخواستم ازتون بپرسم که چرا در واقع این اتفاقات و اعتراضات اخیری که اعتراضاتی که در واقع در آذربایجان صورت میگیره در چند سال اخیر در واقع خیلی نمود زیادی پیدا کرده، چه اتفاقی افتاده که واقعا به اینجا رسیده؟ بله، من تشکر میکنم از دوستانی که شرکت کردند، به خصوص خانم ترکمن که نکات بسیار برجسته و درستی رو طرح کردند و البته خانم بعدی که با شماره خودشون معرفی کردن نکته بسیار درستی هم ایشون گفتند.
من فکر میکنم که هر موقع که یک حکومت به بحران برخورد میکنه، تلاش میکنه که از شیوه های مختلف سلطه خودش رو بر جامعه حفظ بکنه. یکی از راه ها همین ایجاد تفرقه است. این تنها در مورد ایران نیست، در تمام کشورهای مختلف. حالا ممکنه این تفرقه صرفا تفرقه قومی نباشه. مثلا شما نگاه بکنید در تاریخ جنبش کارگری غرب، در بسیاری از موارد دولت‌ها تلاش کردند با ایجاد تفرقه در اتحادیه‌های کارگری قدرت و نفوذ اونها رو ضعیف بکنند و بتونن سلطه خودشون رو ادامه بدن. در ایران هم البته دوستان دیگر نکاتی رو به درستی طرح کردند. در دوره رضا شاه تلاش کرده بود که کردها رو از منطقه کردستان به جاهای دیگر ایران منتقل بکنه، کن اتحاد درون کردها حفظ نشه. ببینید شیوه های متعدد و مختلفی به کار برده میشه که بتوان این اتحاد قومی رو از بین ببرن یا اقوام رو در برابر هم قرار بدن. در همین پدیده آخر شما نگاه میکنید میبینید که بعد از اتفاق به اصطلاح نمایش فتیله، برخی به طرفداری از این پدیده بلند شدن، بعضی در مخالفت و بعضی تلاش کردن توجیه بکنن، برخی هم به نظر می اومد که به یک نوعی خودشون رو حالا ترک بودن یا نبودن معرفی کردن به عنوان ترک. دالی واکنش ها معنی نداره، بیپایه است و ما خودمون ترک هستیم. از این گونه مسائل. من نمیخوام بگم همه اینها توطئه حکومت هست، بخشش هم در خود جامعه است. من اشاره کردم پدیده‌ها در درون جامعه شکل میگیره و حکومت‌ها تلاش میکنن برای حفظ قدرت مطلق و انحصاری خودشون از این وقایع و پدیده‌ها استفاده بکنن. نکته دیگر هم این است که احساس توهین، احساس تبعیض، احساس تمسخر، اونها اون احساس مهم است. شما نمیتونید اون احساس رو نادیده بگیرید. اون احساس هم که تلاش کردم از طریق یکی از تئوری‌های جامعه شناسی توضیح بدم، definition of the situation، اون شنونده define میکنه، تعریف میکنه وضعیت که میخواست من توهین بکنه و واکنش نشون میده و خشونت ممکنه به خشونت کشیده بشه، ممکنه این واقعیت نداشته باشه. نکته سوم این که باید مرز میان جوک گفتن و توهین مشخص بشه و این در جوامع مدرن مشخص شده و قانونی شده، قانونمند شده. فکر نمی کنم که جوک گفتن در کشورهای مدرن غربی تعطیل شده، برعکس خیلی هم زیاد هست. ولی مرز بین جوک گفتن و احتمالاً برنامه هایی که می تونه برای تفریح برگزار بشه با توهین به اقلیت ها، چه نژادی باشه چه قومی، بسیار مشخص و تعریف شده و قانونی شده. من فکر میکنم در ایران و در کشورهای دیگری مانند ایران که هنوز به این مرحله نرسیدند، جامعه مدنی قوی ندارند، مردم همدیگر رو تحمل نمی کنند. یکی از باز تئوری های دیگر این هست که تئوری آدرنو هست، باز جامعه شناسی که از مکتب فرانکفورت اسکول، او به این نکته بسیار درست اشاره میکنه که نبود عدم تحمل اقوام باعث میشه که شما شهروندان دیگر رو هم تحمل نکنید و عدم تحمل، عدم بردباری در جامعه باعث میشه که جامعه مدنی شکل نگیره، دموکراسی شکل نگیره، حقوق برابر شکل نگیره. من میخوام بگم که اینا پدیده هایی به هم تنیده ای هستن که در جامعه وجود دارن، در فرهنگ جامعه وجود داره، در گذشته وجود داره، تاریخی داره و امروز حکومت نگاه میکنه میتونه از این پدیده هم استفاده بکنه. در بعضی از موارد نگاه میکنه بله میتونه استفاده بکنه و استفاده میکنه. نکته دیگر هم، نکته آخر هم این است که آقای رضا اشاره کردن به تاریخ 1000 ساله‌ای که ترک ها بر ایران حکومت کردن. این یک واقعیت درست است، ولی من هیچ وقت از ایران رو تبدیل کشور ترکی نکردند، برعکس اونها تابع فرهنگ و ارزش ها و زبان فارسی شدند و تلاش کردند که تمامیت ایران رو حفظ بکنند. نه تنها ترک ها، بلکه یونانی ها هم وقتی به ایران آمدند، آنها هم تلاش کردند که ایران رو حفظ بکنند. این واقعیت در تمام کشورها اتفاق می افته که هر نیرویی که بر یک جامعه دیگر و یک سرزمین دیگری مسلط میشه، تلاش میکنن
محدوده اون جامعه رو حفظ بکنه، چون قدرت خودش به اون محدوده وابسته میشه. بنابراین این که بگیم که ترک ها بر ایران هزار سال حکومت کردن، بنابراین نمیشه گفت که نسبت به ترک ها تبعیض وجود داشته یا وجود دارد، با واقعیتی که الان وجود داره متفاوت هست. اون واقعیت این است که ترک ها حالا هزارها نفر، ده ها هزار نفر به خیابان میان و اعتراض میکنن، و این اعتراض نشان دهنده این است که احساس توهین کردن. و راه حل هم دولتیش هم اجتماعیش این است که شما به این احساس پاسخ بدید و تلاش بکنید از طریق از روش های دموکراتیک آموزشی این احساس رو تغییر بدید. خانم حسینی، اگر در مورد بحث‌هایی که مطرح شد در واقع شما نظری دارین بفرمایین. و همینطور می‌خواستم ازتون بپرسم که در واقع این شکافی که بین مرکز و آذربایجان افتاده در این چند سال، شما دلایلش رو چی می‌دونین؟ استفاده کردیم از صحبت همه دوستان. من اول یک چند تا درباره صحبت هایی که انجام شد از کسای مختلف یه چند تا صحبت داشتم. یکی درباره صحبتی که آقای علیرضا رضایی به عنوان طنزنویس اینجا مطرح کردن، و ایشون حتی میشه گفت نماینده بسیاری از افرادی هستن که دوست دارن، جوک دوست دارن، و تقریبا میشه گفت من زیاد شنیدم که همین صحبت هایی که ایشون کردن رو میگن. خیلی کسایی که جوک دوست دارن و گوش میکنن و میخندن، خیلی معصومانه این همین صحبت ها رو میکنن. ولی ببینید، در ادبیات نژاد پرستی وقتی که صحبت از جوک و شوخی میشه و وقتی صحبت از قومیت یا نژادی میشه، چند تا نکته هست که دیگه همه متفق القول اونو قبول دارن. یکی همون قضیه استریوتایپه، که اصلا صحبت از استریوتایپه که درست کردن کلیشه به ضرر قومیت ها و در مجموع به ضرر کل جامعه هست. همون جداسازی که صحبتش شد، همون احساس تفاوت، همین که حتی اگر در اقلیت این باور به وجود بیاد که واقعا نسبتی وجود داره بین ویژگی های رفتاری و شخصیتی با یک قوم، ایجاد مسئله میکنه توی رابطهشون با هم دیگه. حتی اگر اقلیتی از مردم به این باور برسن، باز هم این ایجاد اشکال میکنه. یکی این که قضیه این که مثلا من خودم ترکم، پس اجازه میدم به خودم که جوک بگم، یا من خودم ولا هر قومیت دیگه ای، این هم باز رد شده. این که من خودم یکی از افراد اون قوم هستم اجازه نمیده به اون شخص، چون ممکنه واقعا اون شخص مثل بقیه آگاه نباشه به اینکه چه آسیبی میتونه برسونه تکرار اینطور جوک ها. پس صحبت این نیستش که من چون خودم ترک هستم میتونم اجازه دارم که جوک، یعنی خیلی وقتا ما میگیم که این جوک ها رو من از خودشون شنیدم. مثلا من فارس میگم که چرا به من ایراد میگیرین، من اصلا دوستای ترک هم بیشتر از من جوک میگن، من اینا رو از خودشون یاد گرفتم. خب بازم اجازه، اگر من به این آگاهی رسیدم که اشکال ایجاد میکنه، که رسیدم که با توجه به ادبیاتی که تا حالا نوشته شده و تحقیقات که انجام شده، خب اشکالات که ایجاد میکنه دیگه محرز هست، باز هم باید پرهیز کرد از تکرارش، حتی اگر از خود ترک ها شنیدم یا اگر ترک هستم. اینکه خود ترک ها هم الان در قدرت هستن، همیشه بودن و این چیزا، آقای الهمداری به خوبی اشاره کردن. نه تنها قضیه ترک، بلکه مثلا اینجا بگیم سیاه پوستا، مثلا الان رئیس جمهور آمریکا هم سیاه پوست هست، یا مثلا بگیم زنان، الان زنان فلانجا اینقدر قدرت دارن یا ندارن. این که ترک هم در قدرت هست فرق میکنه با اینکه آیا فرهنگ فارس، آیا اون چیزی که آقای علمداری هم صحبتشو کردن، که وقتی صحبت از همسان سازی میشه، یعنی مثلا فارس سعی کرده با از دوران شروع دوران ناسیونالیسم و به وجود آمدن ملت دولت، سعی کرده که با یه سری سیاست‌هایی به خاطر اینکه مثلا همبستگی ملی به وجود بیاره، یه سری همسان سازی بکنه. حتی ممکنه نیت بدی هم نداشته گاهی، ولی مثلا زبان استاندارد فارسی بشه همه جا و این صحبت ها. ولی این همسان سازی
باعث شده که وقتی که حتی مثلا بگیم ترک یا هر قومیت دیگه یا میاد در قدرت قرار میگیره، باز هم اگر همون کارا ادامه بده، همون سیاست رو ادامه بده، در واقع بازم داره اون سیاست همسانسازی که به یک شکلی ممکنه خیلی وقتا به معنای فارس کردن بقیه قوما هستش ادامه پیدا بکنه، نه اینکه حالا چون صرفا ترک هستش کمک میکنه به اینکه شرایط تبعیض‌آمیز برای قوم‌های دیگه حالا شامل ترک درست بشه. پس این هم دلیل کافی نیستش. صحبت از این کردن که وحشت ایجاد میشه برای طناز، که پس من چی بگم؟ من خودم پیشنهادم اینه که پرهیز بکنیم از جوک‌هایی که کلیشه هستن. یعنی اگر بین مثلا ترک بودن و کمهوش بودن این کلیشه شده دیگه، این کلیشه باید ازش پرهیز بشه. یا مثلا جوک های جنسیتی، اون کلیشه هایی که موجود هست بهتره که پرهیز بشه. جوک ضد روابط قدرت مفیدتر هست. حالا وقتی میگیم قدرت، بازم نباید این بگیم که خب پس الان خود ترک هم تو قدرت هست، اگه من برای ترک ها جوک بگم دارم ضد قدرت میگم. نه، روابط قدرت رو یه خورده پیچیده تر باید ببینیم. و اینکه بترسیم از اینکه نتونیم جوک بگیم، راستش من فکر میکنم خوبه که بترسیم و دنبال این باشیم که جوکی رو بگیم که باعث آسیب دیدن اقلیت ها نشه. و راه حلش فکر میکنم با آگاهی بیشتر هست به اینکه چه چیزهای آسیب میرسونه، پرهیز از کلیشه ها و با این استعدادهایی که ما میبینیم خود آقای علیرضا رضایی و خیلی از دوستان طناز دیگه، استعدادهای عالی که ما داریم ازشون میبینیم، اگر جهت جوک ها رو یه مقدار بیشتر دقت بکنن، نه لازم هست وحشت بکنن. و همین که من فکر میکنم جوک هاشون، مثلا شخص منم دوست دارم بخندم، میخندم و ضد قدرت میشه، خوشحال میشیم. با اجازتون یک چیز دیگه درباره واکنش دوستان ترک به برنامه طنز فتیله. برای من طرفدار واکنش هستم و فکر میکنم که هیچ اشکالی نداره اینکه حتی بگیم چرا پس فلان شهر یا فلان قومیتی واکنش نشون نمیدن ولی ترک ها واکنش نشون میدن. یکی اینکه خب میتونه نشون دهنده حساسیتشون باشه، حساسیت هم خیلی وقتا از آگاهی میاد، خب آگاهی پیدا میکنن. گاهی هم یه مقدار به خاطر قدرت بیشتری نسبت به قوم های دیگه دارن میتونه مؤثر باشه. اما اگر این واکنش بخواد تبدیل بشه به آینه ای از اونچه که جوک های مثلا از سمت مرکز به سمت حاشیه میره، حالا اون بخواد همون شکلی به شکل آینه، مثلا بگم وقتی من ایراد میگیرم که میگم این استریوتایپ سازی ذات گرایانه و تقلیل گرایانه هست، به معنی اینکه یه سری ویژگی رو به کل یک مردمی نسبت میده و کل اون مردم رو تقلیل میده به چند تا ویژگی، اگر متقابلا همون کار رو مثلا ترک ها هم در مورد فارس ها انجام بدن، باز توی همون چاله میافتن. یعنی اگر به جای جوک مثلا ترک چه میدونم، خیلی معذرت میخوام، احمق بگن که فارس سگ یا فارس فاشیست، باز هم همون دقیقا همون فرمول داره پیش میره. پس این قسمتش قسمتی هستش که من یه مقدار با نگران که اتفاقیه که اتفاقا خانم حسینی در چند سال اخیر داره میفته. یعنی شما اگر مثلا توجه کنین، تا چند سال قبل بیشتر جوکا محدود میشد به در واقع ترک ها و حالا گیلک ها، ولی الان در مورد اصفهانی ها، در مورد شیرازی ها و لور ها و جوک های خیلی متفاوت و زیادی میشنویم. یعنی یک جور در واقع نمیدونم هدف این بوده که اون جوک ها رو در واقع به حاشیه ببرن، ولی خب اوضاع بدتر خواهد شد من فکر میکنم. نظر شما چیه؟ ببینین حتما اوضاع بد میشه با این، اولا که فرمول همون فرموله، به خاطر همین اشتباس، یعنی همون نگاه زادگرانه، همون استریوتایپ سازی، همون تقلیدگرایانه، فرمول همون فرموله. فقط بگیم حالا به جایی که بگن ترکا فلان، ترکا بگن خب فارس هم
فلان، یعنی نسبت دادن یه سری ویژگی ها با یه گروه مردم هم از هر طرف به هر طرف برش کار داره. البته که از طرف فارس به طرف غیر فارس به خاطر اینکه فارس ها در قدرت هستن بدتره، ولی اگر بخواد واکنش اینجوری بشه که همون فرمول رو اون بخواد به ضد اون بکنه، تکرار همون در چاله افتادنه، درست نیستش. و ضمن اینکه یه مقدار ایجاد سردرگمی میکنه هم در تعدادی از ترک ها که دوست ندارن این رویه رو، به درستی هم اینجوری این شکلش رو دوست ندارن، و هم در فارس هایی که احساس همدلی میکنن با ترک ها و با قومیت های دیگه، یه مقدار ممکنه پا پس بکشن از همدلی به خاطر اینکه اون جدایی رو باز تشدید میکنه. بهتر این هست که ریز به ریز توجه بشه به اینکه چه خواسته های قومیت ها دارن، چه شرایط تبعیض آمیزی وجود داره، بخوان از یک موردی مثلا قضیه طنز فتیله وقتی پیش اومده اون خواسته هاشون رو اعلام بکنن، اون شرایط تبعیض آمیز، اون ناراحتی هایی که دارن رو اون رو اعلام بکنن، تا هم خود ترک ها با خیال راحت تر بتونن بپیوندن به معترضین، هم فارس ها بتونن راحت تر ازش حمایت بکنن. خیلی وقتا الان ما میبینیم بعضی از دوستان ترک میگن که وقتی به فارس ها اینجوری توهین میشه حتی ما هم احساس ناراحت میکنیم، به خاطر اینکه ما هم با فارسی خیلی غریبه نیستیم، مثلا ادبیات فارسی رو دوست داریم، توی فلان محیطی بزرگ شدیم، دوستان فارس. بله البته هویت هایی که ما داریم الان ازشون صحبت میکنیم خط مرز خیلی سفت و سختی وجود نداره، اینا ترک ما فارس، اون مثلا عرب، اون کرد، این خط مرزها نقطه چینی هستش و خیلی وقتا ما با همدیگه همپوشانی داریم، میتونیم احساس هویتی که داریم میتونیم تا یه قسمتیش به قومیتمون باشه، یه قسمتیش ملیتمون باشه، یه قسمتش، یعنی از چیزای مختلفی که مشترک داریم استفاده باید بکنیم برای نزدیکتر شدن به همدیگه، و در ضمن برای اون تفاوت‌های قومیتی و تفاوت‌های حالا تاریخی هم که بعضی جاها داریم، فرهنگی، اونو بپذیریم و سعی بکنیم راهی پیدا بکنیم که چجوری کنار همدیگه راحت‌تر زندگی بکنیم، همدیگه رو بپذیریم به جایی که هی فاصله رو بیشتر بکنیم. اگر این نقد رو من الان دارم به واکنش دوستان ترک میکنم، باز میخوام تاکید بکنم که جهت اعتراض نمیخواد برگرده به سمت معترضین، نه، فقط این یک نگرانی دوستانه هستش که دارم اعلام میکنم. جهت اعتراض همچنان به جوک ها و شوخی های قومیتی هستش و همچنان مسئول اصلی اونها هستن، باید به این موضوع توجه بیشتری بکنن. مرسی، خیلی صحبت نمی کنم که دوستان دیگه هم وقت بدن. علیرضا جان، بحث طنز و در واقع این جوک ها که پیش اومد، خانم حسینی هم اشاره کردن، چی کار باید کرد که در واقع طنز ما یه طنز فاخری بشه و در واقع اقوام و زنان و حالا گروه های دیگه توش به این شکل مسخره نشن و تحقیر نشن؟ ممنون از صحبت های دوستان و دوستانی هم که توی بحث شرکت کردن. من برمیگردم به صحبتم، این هنر اون طنز پرداز، اصلا اون به خودش جایی اجازه داره بگه طنز پرداز که بتونه همین کار رو انجام بده. من الان دوستان که صحبت میکردن داشتم فکر میکردم که یه روحانی که بعدا یه اسمی هم پیدا کرد و اینها، مدیر شبکه ماهواره‌ای کوثر هست، همه شما قطعا یا دیدین ویدئوی این آدم یا اینکه صحبتش رو شنیدید که همه رو تشویق کرد، نمیدونم میگفتش که عملیات 5 فرزندی 7 فرزندی، اون مجری مقابلش اگر ادامه میداد تا 14 و 24 همینجور فرزند داشت ادامه میداد. من شخصا یادمه که با این آدم شوخی کردم، این آدم ترک زبان بود، فارسی اصلا شاید سخت صحبت میکرد و من با این آدم و با چیزی که گفته شوخی کردم و فکر میکنم تنها اتفاقی که این وسط نیفتاد این که با ترک بودن این آدم من شوخی کرده باشم، یا فکر میکنم اگر که فرض کنید که مثلا خانم ها، مثلا خانم مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران بود تا همین چند وقت پیش، من شخصا بارها باهاش شوخی کردم بدون اینکه با زن بودنش شوخی بشه یا راجب زن بودنش، یا مثلا از این که این ایشون یک خانم هست، یعنی
هدف من اونجا حرفی بوده که این زده یا اندیشه‌ای بوده یا فکری بوده که این اینجا میخواسته، وگرنه میگم من اگر قرار نباشه که این کار رو بکنم واقعا نه وقت دیگران رو بگیرم نه وقت خودم رو تلف بکنم و نگم که دارم یک برنامه طنز میسازم، میگم من دارم یه جوک پرتی رو همینجوری میخوام تو محاوره مثلا بگم که اون کار تو وایبر من میتونم انجام بدم. اتفاقی در برنامه فیتیل افتاد، اینکه توقع میره بالا، اینکه وقتی تو به عنوان یک برنامه ساز در یک رسانه حالا در هر حدی از مخاطب میای و این کار رو میکنی، این کار زننده است و این بدترین نوع کاریه که تو میتونستی بکنی، احتیاج به این همه امکانات و وقت و چیزام نداشت. من با اجازه یه نکته کوچیکی رو راجع به صحبت فرمایش آقای علمداری و خانم حسینی عزیز بگم. من در واقع چیزی که گفتم مربوط به جایی بود که شما فرمودید فارس ها در قدرت هستند و الان برای ضعیف نگه داشتن طرف این دیگه مثلا از این ابزار استفاده میکنن. با صحبت دوم شما تفاوت داشتین. نه، من به هیچ عنوان نمیگم که زمانی که ترک ها در قدرت بودن علیه منافع ملی ایران کمترین قدمی برداشتن، بلکه برعکس موارد دیگرش بوده که افراد دیگر علیه منافع ملی حرکت میکردن و ترک ها مقابلشون ایستادن. من گفتم که من تصورم از اون صحبت اول شما این بود که انگار که الان میگم اقتصاد فرض کنید شما، سیاست، غیره غیره غیره، به هیچ عنوان ترک ها هیچ دخالتی توش ندارند و برای اینکه وضعیت اینطوری باقی بمونه حالا شروع میکنن به یک سری تحقیرها و توهینها و اینها، که بر حسب این برداشت من اون صحبت رو کردم و اگر صحبت شما هم چنین بوده من روی اون حرف هستم. من به نظرم کار سختی نیست، به راجب مشخصا حرفه خودم صحبت بکنم، کار سختی نیست که من یک کسی به یک چیزی اعتقاد داره که من ندارم، من برای ابراز مخالفتم با اعتقاد اون فرد هیچ وقت نمیام وقت مخاطبم رو بگیرم بیام بگم که من با تو یک مشکل شخصی دارم و الان میخوام از این تریبون استفاده بکنم که مشکل شخصی رو مطرح بکنم. نه، من میبینم که اگر یک اعتقادی، حالا من خیلی کلانترش دارم صحبت میکنم راجع به اعتقاد، یک اعتقادی صدمه داره میزنه از نظر همه معیارهایی که خب دوستان عزیزم تخصصشون هست، نظراتشون رو من میخونم، میشنوم، میبینم، استفاده میکنم، بر حسب یک سری استانداردها این داره صدمه میزنه به موجودیت ملی یا به اون به عقب نگه داشتن مردم، من اونجا میام نیازی نیست، یعنی ابزار کار من این نیست که از ترک بودن و شیرازی بودن و اصفهانی بودن یک نفر بگیریم تا زن بودن و مرد بودن و نمیدونم فلان بودنش، اصلا نیازی نیست من از این استفاده بکنم. اون داره یک تفکری رو میگه که من در نقد اون به زبان خودم حرف میزنم، حالا اون با هر لهجه و با هر زبانی که این رو بگه، من با این تفکر فکر میکنم این تفکر و ابراز این تفکر صدمه میزنه به مردم من، به پایین نگه داشتن، به تو خرافه نگه داشتن، به کم سوادی مردم من داره کمک میکنه و من سعی میکنم واکنششون بدم. دیگه اینجا اصلا مهم نیست که طرف این رو به چه زبانی داره میگه، اصلا فکر میکنم این آخرین چیزی باشه که یک طنزنویس یا یک طنزپرداز بتونه بهش بپردازه، مثلا بیاد بگه که خب حالا این چون ترکه و این حرف رو زد الان من دارم این رو میگم. نه، این چون این عقیده رو مطرح کرد، من دقیقاً با اون آدم همین برخوردی رو میکنم که فرض کنید شما مثلا کاظم صدیقی میاد توی نماز جمعه تهران همون حرف رو بزنه، من همون کار رو، همون رفتار رو باش خواهم کرد، یعنی همون واکنش رو نشون میدم و همون برنامه رو خواهم ساخت. این اینجا اون مرزیه که اصلا سوای این که من بخوام وارد، حالا خانم حسینی گفتم وحشت، نه، من منظورم از وحشت این نیست که بگم وای الان، وحشت رو من خیلی ساده تر از اینا میخوام بگم، یعنی آدم یه دفعه میترسه بدون این که به کارت نگاه کنن یا به حرفت گوش کنن با بیل و کلنگ یهو بریزن بزننت، یا مثلا یعنی اینو به ساده ترین شکل گفتم، این واکنش هایی که نشون میدن. حالا البته من واقعا این چیز رو ندارم پیش خودم، خوشبختانه تا الان هم مورد اعتراض قرار نگرفتم شخصا، ولی میگم که اینجوری پس زدن
اون کسی که حالا امید رضایی عزیز اشاره کرد به اون کاریکاتوری که کشیده شد و اینها، اینجور یک دفعه خالق اون کار و صاحب اون اثر رو که همین الان همه قسم عمده ای هم مخاطبانش ترک هستن، کارهای قشنگش رو میبینن، اونجوری بخواد اون آدم رو پس بزنه، به انزوا بکشونه و فلان، این میگم روش درستی نیست. این میگم که من در پاسخ یک خیلی کوتاه دوستانی هم که گفتن که اشاره کردن که نه در جریان اون اعتراضات کسی کشته شد و اینها، منظور مشخص من اینه که کسی با بیان یک نکته طنز مستقیما با طنزش، یعنی فرض بکن طنز یک فتوای مثلا چیز نبوده که باعث گرفته شدن جون کسی بشه، من منظور مشخصم این بود، نه اینکه اتفاقی به وجود بیاد در جریان اون اتفاق کسی کشته بشه، در جریان خیلی از اتفاقات دیگه هم یه حوادث اینجوری متاسفانه ما داریم. بر صورت من امالم صحبتم رو چه میکنم که دوستان دیگه. ممنونم، مرسی علیرضا جان. امید جان، اگر در مورد بحث دوستان در واقع نظری داشتین که بفرمایین، و یه سوالم از خدمتتون داشتم که ممنون میشم جواب بدین. اینکه به نظر میاد بین در واقع فعالین هویت طلب ترک در واقع با فعالین دموکراسی خواه ایرانی در واقع یک شکافی به وجود اومده، شما اینو قبول دارین و فکر میکنین به چه دلیل این اتفاق افتاده؟ من از حرف آخری که علیرضا زد شروع میکنم. ما داریم تو مرز خیلی باریکی حرکت میکنیم، ما داریم میگیم یک چیزی نباید گفته و نوشته بشه، و خب اینجا داریم به آزادی بیان یه جورایی تعرض میکنیم که یه اصل خیلی خیلی مهمیه. ما سالهاست تو ایران داریم سر آزادی بیان میجنگیم، هزینه میدیم، هزار تا اتفاق افتاده، و خب حالا الان خودمون داریم میایم این رو محدود میکنیم. اینجاست که قضیه خیلی پیچیده، خیلی سخت میشه. آقای علمداری هم گفتن ما نیاز به یک رواداری خیلی بیشتری داریم، و این وحشتی که علیرضا میگه واقعا ایجاد میشه گاهی، بله، با حجمه‌ای که به یک طنزنویس، به یک، حالا اصلا به یه روزنامه نگار، به یه نویسنده، به هر دلیلی برداشت توهین از کارش میشه. مثلا اینکه این مرزه خیلی باریکه و چرا چنین اتفاقی میفته، مثلا چرا فقط به خاطر اون کاریکاتور، یه کاریکاتور که حالا طراحش بارها اومد گفت که، کارتونیست بارها اومد گفت که هیچ منظوری نداشته، اون حجم از اعتراضات اتفاق افتاد و هزینه خیلی بدی داده شد؟ به خاطر اینه که ببینید یک سری تبعیض های خیلی اساسی تر وجود داره. وقتی اون به اون تبعیض ها کسی، اون تبعیض ها وجود دارن و کسی پاسخگو نیست، اون وقت که بستری به وجود میاد سر یه چنین طنزی که حالا اعتراضات خیلی گسترده تر از، یعنی خیلی گسترده تر از انتظار ما میشه. در همین اعتراضات اخیر آذربایجان هم بحث آموزش به زبان ترکی مطرح شد، بحث آموزش زبان ترکی مطرح شد، بحث مثلا مسئولین ترک برای منطقه آذربایجان مطرح شد، این چیزا مطرح شدن. اما یه چیز دیگه که میخوام بگم، ببینید قضیه یه ذره این دیدگاه ظاهرا در همه ما هست که دنبال یه چیزی تو خارج از خودمون بگردیم برای اینکه این اتفاق میفته، اینکه کسایی تحریک کردن فعالین آذربایجان یا مردم آذربایجان رو که چنین واکنش تندی نشون بدن مثلا، این، یا اینکه حکومت دنبال اینه که تفرقه بندازه و حکومت بکنه، یا اینکه حالا اون صحبت‌های خامنه‌ای رو که همزمان شده بود دقیقاً حالا بیایم ربطش بدیم به اینها. من فکر می‌کنم همه اینا به خاطر اینه که ما نمیتونیم بپذیریم مشکل از خودمونه و دنبال یه چیزی یه جای دیگه می‌گردیم. یه چیزی که خانم حسینی خیلی به درستی گفتن، بحث شکل اعتراضاته. بله، اعتراضات به شکل افراطی، به شکل خارج از تصوری هویتی شده. اعتراضات دارن چیزی رو که بهش اعتراض میکنن باز تولید میکنن به شکل خیلی بدتری، حتی گاهی مثلا با فحاشی، با چیزهای خیلی بدتری، و مدام داره این تکرار میشه، و خب این خیلی وحشتناکه. اتفاقا اینجاست که باید دقیقاً باید فعالین هویت طلب آذربایجان رو نقد کرد، خیلی هم محکم نقد کرد، اصلا یعنی نقد اینها مهمتر از نقد اون تلویزیونه، اون صدا سیمای دولتی ایرانه، خیلی محکم باید اینجا واسطه. دقیقاً مثلا اینکه ما حسابمون رو جدا بکنیم، بله حق دارن مردم آذربایجان اعتراض بکنن به نسبت به توهینی که بهشون شده،
ولی اونجایی که میاد اعتراضا خودش جنبه نژادپرستانه فاشیستی یا هر چیزی پیدا میکنه شدیداً باید واسط که متاسفانه این اتفاق افتاده. اما سوال آخر شما که من میخواستم راجع بهش هم حرف بزنم، شکاف بین فعالین هویت طلب و مرکز، حالا یا فعالین دموکراسی خواه اونجور که شما گفتید، بله وجود داره. مثلا اصلا شکاف نیست، مثلا اینکه اصلا اینا ربطی بین خودشون نمیبینن. مثلا اینه که من مجموع رو دارم میگم و برایند رو دارم میگم، نمیشه آدم ها رو تک تک آورد نشوند اینجا گفت شما چی فکر میکنید. مجموع چیزی که بهش جنبش هویت طلبی یا فعال یا جنبش هویتی آذربایجان گفته میشه، اولا به شکل خیلی به شکل افراطی هویت طلبانه است، یعنی خواسته هایی مثل آزادی بیان، مثل دموکراسی خیلی توش مطرح نمیشه، بیشتر تاکید به شکل خیلی افراطی روی همون نمیدونم حالا مثلا فدرالیسم توی ایرانه که خیلی خیلی مبهم، یعنی مشخص نمیشه که حتی خواسته های خودش اون مطالباتی هم به شکل دقیق اعلام نمیشه حتی، یا نمودی نداره و این شکاف ایجاد شده. دوستمون هم اشاره کردن، منم توی اون مقاله نوشته بودم که بله در جریان جنبش سبز تبریز تکون نخورد جز دو سه تا اتفاق که تو دانشگاه تبریز افتاد و خب این خیلی بده. 10 سال قبل توی جریان کوی دانشگاه سال 78 تبریز تا سالها سالگرد واقعه 18 تیر توی دانشگاه تبریز گرفته میشد، تو دانشگاه تهران گرفته نمیشد، یعنی همچین رابطه خوبی بود، همچین رابطه درستی وجود داشت. ولی در جریان 88 توی تبریز شبنامه های پخش شد که این جنبش ما نیست، اینا فارسن، به ما ربطی نداره، در حالی که همون موقع توی کردستان اعتصاب میشد در به شکلی در حمایت از جنبش سبز، حالا شاید نه مستقیم ولی به هر حال ارتباط خودش رو پیدا میکرد. مسئله اینه که این شکاف ایجاد شده، بخش زیادی از این یعنی یه بخشی اگر بخوایم ببینیم که ایراد از کجاست، یه بخشی رو باید در همون فعالیت فعالین هویت طلب آذربایجان دید که قائل به یک ببینید رهایی اگر ممکن باشه برای همه ممکنه، اینطور نیست، یعنی آزادی من در آزادی شماست، اینطور نیست که من بتونم، من به عنوان ترک در ایران بتونم به حقوق خودم برسم در حالی که کردها، بلوچها و خود فارسها نتونن حقوقشون به تحقق پیدا نکنه خواسته هاشون، چنین چیزی ممکن نیست. اگر قرار باشه یه روزی بالاخره ما یک جامعه آزاد داشته باشیم برای همه یکسان ممکنه، متاسفانه این درک فکر میکنم همچنان در برایند فعالین هویت طلب آذربایجان وجود نداره. یه بخشش هم از مرکز هست که یعنی از کسایی هست که اسم خودشون رو گذاشتن حالا فعال اپوزیسیون جمهوری اسلامی یا اصلاح طلب هایی که میخوان ساختار جمهوری اسلامی رو اصلاح بکنن، هیچ توجهی به اون خواسته ها نمیشه، هیچ توجهی به این قضیه که مثلا آموزش به زبان مادری چقدر حیاتی و چقدر مهمه نمیشه و خب این هی راه رو جداتر میکنه. حالا آموزش به زبان مادری به عنوان یه خواسته‌ای که فکر میکنم بیشترین توافق روش وجود داره من تاکید میکنم، وگرنه قطعا خواسته های دیگه‌ای هم وجود داره و این شکافه وجود داره و این شکافه تو جایی مثل 88 خودش رو نشون میده. واقعا خب معلوم نیست اگر در جریان اعتراضای سال 88 اگر بخش بیشتری از مردم در جاهای مختلف ایران همراه میشدن شاید روند اعتراضات شاید اتفاق دیگری میافتاد، حداقل میتونیم بگیم حداقل نتایج بهتری داشت، شاید نتیجه قطعی رو نداشت. بله این شکافه وجود داره، به شکل خیلی شدیدی هم وجود داره. این و این بخش بیشترش رو باز برگردیم به جنبش آذربایجان. من فکر میکنم در آذربایجان به هزار دلیل که حالا جای بررسیش نیست، ما یک جنبش مترقی فعلا حداقل نداریم. اون همه جنبش ها به شکل افراطی هویت طلبانه هستن و این هویت تو جایی مثل ایران، تو جایی مثل خاورمیانه، در جامعه که فردیت معنی نداره، در جامعه که آدم ها نمیتونن خودشون رو به عنوان خودشون تعریف کنن و ما نیاز و آدم ها همه نیاز به یه هویت جمعی دارن، خیلی به شکل بزرگ نمایی شده ای خودش رو نشون میده، به شکل خیلی افراطی اتفاقهای خیلی بدی ممکنه پشت بندش بیفته. ممنونم امید جان. آرش جان اگر که سوالی دوستان دارن یا بحثی رو میخوان مطرح کنن در واقع میکروفون در اختیارشون بذاریم زحمت و بعد دیگه جمع‌بندی کنیم موضوع رو با کارشناسامون. دوستان وقت خواسته، من فقط خواستم این است که با توجه اینکه ما سقفه که برای برنامه در نظر گرفتیم گذشته خیلی کوتاه اگر سوالی دارن بگن
دوستمون که با نام ترکمن در جلسه هستن، در خدمتتون هستیم. چند تا نکته رو لازم میدونم اینجا بگم. یکی این که در مورد این آقای امید رضایی اشاره کردن که در واقع فحاشی هم میشه، در واقع شعارهایی گفته میشه که در واقع به نوعی ضد خود اون اهداف اون حرکت هست. من این رو قبول دارم، ولی فقط این نکته رو باید عرض بکنم که ما واقعا کدوم ساختاری رو داریم که این امکان رو بده که در واقع توده‌های مردم بتونن بر اساس مثلا اهدافشون رو و یا عملکردشون رو تنظیم بکنن یا شکل بدن؟ نه حزبی وجود داره و نه حتی امکان وجود NGO ها توی در داخل کشور وجود داره. حتی این اعتراضات روزهای گذشته هم واقعا خودجوش و مردمی بود، یعنی مردم بر اساس تلگرام که داشتن به همدیگه پیغام دادن و ظرف دو روز این اتفاق افتاد و سفربر شد. حتی در مورد اون شعاری که داده بودن توی ورزشگاه و اتفاقا آقای امید رضایی توی مقالهشون نوشته بودن که وقتی که میگن مرگ بر فارس، مرگ بر قوم فارس نیست، یک رابطه قدرت هست، یک رابطه به اون رابطه قدرت هست که در واقع دارن اعتراض میکنن. البته این میتونه به سمتی بره که یعنی میتونه به سمتی بره که شاید با اون هدف این شعار داده نشده، ولی در نهایت چون ظاهر و غالب اون شعار یک شعار نجات پرستانه است، میتونه روحیات نجات پرستانه رو مستقر بکنه. در کل میخوام بگم که ما توی جامعه‌ای هستیم که امکان بسیج کردن مردم به اون به شکلی که بشه خیلی ازش انتظار داشت که مثلا خیلی مدنی برخورد بکنه سخته، کما این که نمیشه مثلا چند تا شعار حالا داده میشه رو به حساب کل اون حرکت گذاشت، کمون که ما دیدیم که شعارهایی که به خصوص زنان توی در دست داشتن همه شعارهای دوستانه و یعنی صلح دوستانه بود. جایی خانمی پلکاردی رو در دست گرفته بود که محتواش این بود که به ترکی هم نوشته بود که در مرام و مسلک من همه ملت‌ها و همه نژادها با هم دوست و برادرند. یا مثلا خواسته بودن که در واقع قانون تعیین بشه برای چنین مسائلی. این یک. دومی که در مورد مطلبی که آقای علیرضا رضایی گفتن که دلجویی شد و در واقع وقتی کسی میاد عذرخواهی میکنه باید عذرش رو پذیرفت، من این رو قبول دارم، ولی این رو هم باید در نظر بگیریم که صرف یه دلجویی، یعنی ما دیگه به هر حال انسان ها آدم های یعنی بالغی هستن دیگه، این که اقدامی در خور انجام بشه، اینکه با اون اشخاص بیان اون اشخاص رو مثلا حالا اخراج بکنن، این به قول خدا آقای رضایی این خیلی رفتار درستی نمیتونه باشه. ولی اگر بعد از این اتفاق مسئولان یا کسی که متولی این کار هستن بیان بگن که ما مثلا توی صدا و سیما یک همچین قانونی رو تنظیم کردیم که بعد از این ما شاهد همچین اتفاقی نباشیم، این یک جواب درخور هست. یا صرفا برای یه موضوعی یه کسی بیاد عذرخواهی بکنه، این خیلی جواب کسایی که از این مسئله ناراحت شدن نیست، چون هیچ معلوم نیست که بار دیگه این اتفاق بیفته یا نیفته. ضمن این که بعضی وقتا این مثلا دلجویی کردن یه حالتی پیدا میکنه که مثلا من توی حتی روابط شخصی با دوستانی که مثلا اینجا دارم، مثلا حالا به هر حال میدونن که من حساس هستم نسبت به اینکه بخوام مثلا جوکی رو مطرح بکنم توی حضور من و اینا، من خارج میشم، من گفتم بهشون که من گوش نمیکنم و من از اونجا خارج میشم. بعد یه مسئله پیش اومده، به قول آقای علیرضایی احساس میکنم بعضا یه جوری انگار که احساس راحتی نمیکنن پیش من، مثل اینکه خودشون رو حفظ کردن، راحت نیستن و شاید من اگه تو این جمع نباشم احساس راحتی میکنن. مسئله اینه که همین که شما یک حرکت یعنی که به من احساس این احساس رو بده که داره به هویت من و به هر چی به آیدنتیتی من داره توهین میشه انجام ندید، همین کافیه. من فرد ترک
نیاز به دلجویی بیشتر از این ندارن. این مثل این میمونه که بعضیا میخوان مثلا میخوان بیان از زنان حمایت بکنن، میان میگن که زنان خیلی موجودات لطیف و مهربونی هستن. من خود این رو یه عبارت سکسیستی میدونم. مهربانی یک خصوصیت انسانی هست. اینکه ما بیایم بگیم که زن چون لطیف است و مهربان است پس ما باید باهاش مثلا خوب رفتار بکنیم، نه. آقای علمداری، با توجه به بحثایی که مطرح شد و در واقع این شکافی که حالا بین مرکز و آذربایجان افتاده و جوک‌های قومیتی شاید یکی از دلایلش باشه، در واقع راه حل به نظر شما چیه؟ چون اینجور که به نظر میاد مسیر خطرناکی رو داره در واقع آذربایجان طی میکنه و خب باعثش که باعث و دلایلی که در واقع شما مطرح کردین، کارشناسان عزیز مطرح کردن، در واقع باعث این جریان شده و فکر میکنین راه حل چیه؟ چه کار باید کرد؟ فعالین مدنی چه در واقع راهی رو میتونن پیش ببرن که در واقع توی این مسیر خطرناک نیفته؟ بله، من فکر میکنم که از قضا کسانی که میتونن از وضعیت حاکم، یعنی تبعیض یا احساس تبعیض، احساس توهین یا توهین سوء استفاده بکنن، کسانی هستن که دنبال جدایی آذربایجان هستند و دنبال ایجاد قدرت مستقل خودشون هستن. همواره چنین چیزی بوده و اونها از قضا میخوان که این توهین و تبعیض وجود داشته باشه که بتونن بر اساس آن خواستهای خودشون رو، ادعای خودشون رو ثابت بکنن. برای اینکه این فرصت به اونها داده نشه، من فکر میکنم هم مردم موظف هستن هم حکومت موظف است که شرایطی به وجود بیاره که نیازمندی های فرهنگی، زبانی و جنبه های دیگر یک قوم برآورده بشه، چه قوم زبانی باشه، چه فرهنگی، چه مذهبی. شما میدونید در قانون اساسی جمهوری اسلامی بندی هست، قانونی هست، اصلی هست برای آموزش زبان اقوام مختلف. برای 37 سال گذشته این اصل انجام نشده. دلیل داره انجام نشده. یکی اینکه خود حکومت وحشت داره از اینکه خب قوم‌ها به طرفی برن که به طرف استقلال برن، به طرف جدایی برن. نکته دوم این است که اون نیروهای رادیکال و تندرویی که در این اقوام دنبال قدرت یابی هستند و اتفاقا قدرت رو نه بر اساس ایجاد روابط دموکراتیک با سایر اقوام در جامعه ایران، بلکه بر اساس جدا شدن میخوان تنظیم بکنن و این تصور رو به وجود میارن که اگر جدا بشن تمام خواستهای مردم اون قوم برآورده میشه، اونا سوء استفاده میکنن. بنابراین باید اون شرایط دموکراتیک رو هم مردم هم حکومت برقرار بکنن که این اتفاق نیفته. سه تا نکته دیگه هم داشتم میخواستم اضافه بکنم. نکته اول این که آزادی بیان هر فرد، هر قوم جایی پایان میپذیره که آزادی بیان دیگران یا قوم شروع بشه. نمیشه برای یک فرد یا برای قوم آزادی مطلق قائل شد، یا مثلا فکر بکنیم که اگر احتمالاً کسانی دارن به یک قومی توهین میکنند و با توسل به آزادی بیان بخوایم اون رو توجیه بکنیم، به خصوص در جامعه‌ای که میدونیم آزادی بیان وجود نداره، به خصوص در جامعه‌ای که میدونیم که معترضین به محض اینکه اعتراض میکنن به اون توهینی که بهشون شده یا احساس توهینی که بهشون شده سرکوب میشن. این یه نکته هست که به نظرم خط و مرز آزادی بیان مشخص و قانونی بشه و مشخصا اینکه تعیین بکنیم آزادی من تا جایی ادامه داره که آزادی شما شروع میشه، از اونجا به بعد آزادی من نیست، آزادی فرد دیگر هست. نکته سوم یا نکته دوم یادم نیست کدومی کی این است که ما بخوام جوک کردن گفته های یک فرد رو، نه قیافش رو، نه ظاهرش رو، نه فیزیکش رو، گفته های فرد رو به یک قوم، به یک گروه اجتماعی عمومیت ندیم. این نکته درستی است که مثلا فردی مثل آیت الله کاظم صدیقی میاد حرفایی میزنه مثل این است که دلیل زلزله
بیهجابی است یا مسئله از این قبیل. خب این جوک خود به خود جوک است و من فکر می‌کنم که کسانی که تخصص در این زمینه دارن باید به این بچسبن و از طریق جوک کردن این مسئله و این گفته، نه قیافه اون شخص، گفته بتوانن به مردم تفهیم بکنن، به مردم این پیام رو منتقل بکنن که او چقدر از واقعیت یک جامعه یا مثلا مناسبات بین دوتا پدیده پرت است. بنابراین عمومیت، نکته این است که عمومیت دادن این گفته به کل مذهب غلط است، به کل اسلام غلط است، به کل علما غلط است، فقها غلط است، ولی بیان یعنی تأکید بر این که این گفته گفته بدی است، این گفته گفته غلطی است، گفته زشتی است، باید کار کسانی باشن که کار فکاهی میکنند. و نکته شاید، حالا من در همین زمینه بخوام مثال دیگه هم بزنم. شما میدونید که در آمریکا الان مسابقات رقابت‌های انتخاباتی از کاندیداهایی هستن که بر اصولی دارن تکیه میکنن که میتونه بخشا و گروه‌های اجتماعی رو بسیج بکنه، مثل دونالد ترامپ که روی مثلا مخرب بودن مهاجرین در جامعه آمریکا انگوش گذاشته و این پیام رو طبقات و گروه های تحتانی جامعه جدی پرت کردن و حمایتشون از او اعلام میکنن. او اعلام چیزهایی رو میگه که به نظر من بسیار بی ربط و بی پای و اساس است و این ابزاری شده، این گفته های او ابزاری شده برای کسانی که کارهای فکاهی میکنند در آمریکا. دکتر بسیار قابل توجه این است که باز عمومیت دادن این حرفایی که او داره میزنه در مورد مهاجران که فکر میکنه مشکلات جامعه آمریکا از مهاجران هست و بخشی از جامعه آمریکایی رو میپذیره، کار فکاهی سازهاست، کاری کسایی است که کارهای من فکر میکنم تفریحی برای مردم میکنن، از جمله البته این است که با همون زبانی که او داره میگه یا زبانی که مردم اون قشرها و گروههای جامعه متوجه میشن میفهمن، این رو بیان بکنن. و نکته آخر هم این است که وقتی ما مرز بین جوک و توهین رو تعیین بکنیم، من فکر میکنم لذت بخشتر خواهد بود برای کسی که میشنوه تا اینکه ما یک به اصطلاح توهین رو بخوام جای جوک بگذاریم و فکر بکنیم که با این صحبت کردن گروه دیگری راضی نگه داشتیم، ولی توجه نکنیم به این نکته که میتونه این امر باعث شکاف در درون خود جامعه بشه. پدیده ای که در ایران امروز داره رخ میده و تا سالیان دراز وجود داشته این امر هست که توجه نکنیم ما به این مسئله که انگوش گذاشتن روی نکاتی که میتونه بخشی از واقعیت باشه، اصلا واقعیت داشته باشه نداشته باشه، ما تصور کنیم واقعیت داشته باشه، انگوش گذاشتن روی اونها، عمومیت دادن روی اونها، عمده کردن اونها، باعث خواهد شد که آن هدفی که ما داریم، یعنی اتحاد ملی، ملت سازی، جامعه مدنی، دموکراسی، آزادی، تحمل یکدیگر از بین بره. خیلی ممنونم آقای علمداری. خانم حسینی، جنبندی شما را هم خیلی کوتاه میشنویم. ممنونم. چند تا سعی میکنم بگم، چند تا نکته که اینجا شاید فقط فهرستوار بشه صحبت رو کرد و در جلسه های بعدی امیدوارم حالا دوستان دیگران بیشتر مفصل در موردش صحبت بشه، اینه که یکی این که صحبت از هویت هست، این مسئله جوکای قومیتی و اعتراضات به اون خیلی به مسئله هویت ربط پیدا میکنه، یه مقدار بیشتر باید به موضوع هویت توجه بشه. خیلی کوتاه که بخوام اینجا یک نکته رو بگم، این که هویت قومی الزاماً نباید فیکس و بسته همونطوری اون اشکالاتی که هویت ملی، تعریف هویت ملی شکل قدیمی ترش داشته، همون دوباره تکرار نشه. و در ضمن هویت ملی و هویت قومی و ملی، این دوتا روبروی هم قرار نمیگیرن. هر شخصی هویتش ابعاد مختلفی داره که میتونه یکیش هویت قومیش باشه، یکیش هویت ملیش باشه و بقیه ابعادی که همه اینا در کنار هم میتونن قرار بگیرن و بسته به اینکه ما خود هویت رو چجوری تعریف بکنیم
اینها روابطشون با همدیگه شکل میگیره. یه چیزی که در این موضوع فکر میکنم یه مقدار ایجاد سوء تفاهم کرده اینه که تعاریف ما از هویت یه مقدار مثل اینکه متفاوت هست. هنوز با همدیگه به اندازه کافی صحبت نکردیم تعریف از هویت رو، و بعد اینکه اصلا هویت قومی چه معنی داره، هویت ملی چه تعریفی داره، باید یه مقدار بیشتر بهش توجه کنیم. یکی دیگه اینکه کسایی که اهل علوم اجتماعی هستن شاید این جوک ها خودشون نشونه ای باشن، میتونن توجه کنن به نشونه ای باشن از وجود یه سری تبعیض ها و اشکالاتی که در جامعه وجود داره، و شاید بد نباشه که به جای فکر بکنن کسایی که به این جوک ها رو میسازن و میخندن به اینکه ما آیا داریم میخندیم به مثلا فلان ویژگی رفتاری در فلان گروهی، یا داریم میخندیم به اینکه چه چیزی، چه روابط اجتماعی سیاسی اقتصادی باعث شده که یه مسائلی به وجود بیاد که مثلا یک تعداد آدم به خاطر کمبود امکانات مثلا کمتر بتونن در مدرسه خودشون رو نشون بدن، یا رابطه یه لهجه و مثلا اینکه توی مدرسه چجوری بهشون نگاه میشه، گاهی باهاشون چه شوخیایی میشه، اعتماد به نفس بچه ها. موضوع بچه ها خیلی مهمه، چقدر این چیزا روی بچه ها میتونه تأثیر بذاره. موضوع فتیله از اونجای غیر قابل تحمل هست که اصلا با کودکان هم داره این کارو میکنه. مسئله کودکان مسئله خیلی مهمی هستش که کسایی که خاطر خاطراتشون از کودکی تعریف میکنن خیلی هاشون میگن که چقدر از کودکی اعتماد به نفسشون به خاطر برخورد بعد همکلاسی هاشون و یا حتی معلم ها گاهی از بین رفته. و دوستمون ترکمن که سلام میکنم از همینجا بهش، مرسی که صحبتاشو کرد، اشاره کرد به رابطه بین فعالیت حقوق زنان و قومیت ها. این هم باز موضوع خیلی مهمی هستش که کمتر در موردش صحبت شده. خیلی اینجا فکر میکنم حتی طرح کردنش خوبه که بعدن من هم به عنوان کسی که هم فعال حقوق زنان هستم و هم توجه دارم به مسئله هویت، حتی برای خودم خیلی الان مهم شده که باید چطوری اینا رو با همدیگه وقتی که یه موضوعی مثل مسئله طنز فتیله و اعتراضش پیش بیاد چه کار باید کرد، چجوری باید با همدیگه تصمیم گیری کرد و مسئله رو تعریف کرد و راه حل براش پیدا کرد. و اینکه یک تفاوتی بذاریم بین اینکه اصلا وقتی که ما داریم از جوک قومیتی اشکال میگیریم، یادمون باشه که مثلا برای شخص من اصل مسئله توهین نیست، اصل مسئله کلیشه سازی است. و اینجا هستش که یکی از تفاوت‌های مهم میشه بین اینکه وقتی مقایسه میکنیم مثلا جوک فرض میکنیم مذهبی رو با جوک قومیتی، گرچه جوک مذهبی گاهی خودش میفته تو کلیشه، ولی یکی از تفاوتاش همین هست که بیشتر وقتا در مورد شوخی‌های مذهبی اعتراضات به این بودی که این توهین‌آمیزه. اون خیلی فرق میکنه با جوک قومیتی که مسئله فقط این نیست که توهین آمیز هست یا نیست، مسئله این هست که کلیشه رو داره باز تولید میکنه یا نه، و باز تولید کلیشه میتونه چه اشکالاتی ایجاد بکنه. خیلی ممنون از شما. خیلی ممنونم خانم حسینی. علیرضا جان، صحبت های نهایی شما رو میشنویم. تشکر میکنم از شما. من چیز بیشتری ندارم که بگم از شما، یعنی اینکه آموزش کرده توانا و دوستان بزرگوار و کسانی که توی برنامه شرکت کردن. جمع‌بندی نهایی من هم چیزی بخوام بگم بیشتر از چیزی که آقای علمداری و خانم حسینی گفتن نیست. خیلی ممنونم از همگی و از امید رضایی عزیز. خیلی ممنونم امید جان، صحبت‌های شما رو میشنویم. ممنون. من چند جمله فقط خیلی کوتاه بگم. راه حل مسئله جوک‌های قومیتی یا قومی، حالا یه بخشیش خب بحث حاکمیت، بحث دولت، بحث قانون، یعنی در حد رسمیه. بله، خیلی راحت میشه گفتن جوک قومیتی یا کلیشه‌سازی قومیتی رو در تلویزیون، در رسانه‌ها ممنوع کرد. هر کسی این کار کرد یه مجازاتی تعیین بشه و خب چند ساله بند و بساطش جمع میشه و تموم میشه، یا در سطح رسانه میشه این کارا رو کرد. ولی مسئله اینه که ما در 10 سال اخیر 2 بار توی رسانه یادمون میاد که به این شکل اوریان توهین قومیتی شده، ولی جوک هایی که بین مردم گفته میشه چی؟ هر روز داره تکرار میشه و خیلی فراتر از
مخاطبش هم خیلی بیشتر از برنامه فیتیل است. مثلا اینکه ببینیم مردم میشه چیکار کرد. چیزی که روشنه ممنوعیت و اینها فایده ای نداره. نه اصلا نه شدنیه و نه اگر بشه فایده ای داره. من فکر میکنم برای اینکه مردم به یک جایی برسن که خودشون جوک قومیتی نگن و به جوک قومیتی نخندن، اینجاست که مسئله اصلا اینجاست. یعنی اینجاست که ما باید ببینیم چه میشه کرد و راه حل رو باید اینجا دنبالش بگردیم و اینجا پیدا بکنیم. من فکر میکنم هزار سال هم من و شما و رسانه و نمیدونم همه روشنفکرهای کشور و کل جامعه مدنی و همه و همه بشینیم توی تلویزیون، توی نمیدونم توی سایت هامون، توی روزنامه هامون بگیم آی مردم چون که قومیتی به هزار دلیل درست، هزار دلیلی که همینجا گفتیم و نگفتیم بده است، پس نگید این حرف، کسی گوشش به این حرف بدهکار نیست. کما اینکه سالهاست داره گفته میشه که جوک جنسیتی بده، ادبیات سکسیستی بده، ولی همچنان میبینیم که تازه بخشی از جوکا رو از یه ترکه برداشتن کردن یه دختره یه زنه و دارن هی تکرارش میکنن و کسی نتونسته جلوشون رو بگیره. من فکر میکنم در جامعه که دموکراسی یه شوخیه به هیچ وجه وجود نداره، در جامعه که امکان انتخاب آزاد سیاسی وجود نداره، فرهنگ سازی به این شکل پاسخگو نیست. یعنی ما باید این که ما بشینیم همش تعریف هی بگیم که گفتن جوک قومیتی یا جوک سکسیستی یا هر چیزی بده و همون کلیشه فرهنگ سازی دیگه که حالا جمهوری اسلامی هم مصادرش کرده، اصلا فرهنگ سازی دیگه یکی از ترمای ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، فرهنگ سازی و این چیزها اصلا نخنماست، فایده نداره. و من فکر میکنم ما باید روزی که توی جامعهمون حق انتخاب آزاد سیاسی داشته باشیم، خود به خود بخش زیادی از این مشکلات حل میشه. روزی که مردم آذربایجان بتونن به زبان مادری خودشون تحصیل بکنن، روزی که نماینده واقعیشون برای حکومت بهشون انتخاب بشه، روزی که قوانین کشور واقعا مطابق خواست مردم تنظیم بشه نه مطابق خواست فقها، فکر میکنم بخش زیادی از این مشکلات خود به خود حل میشه. کما اینکه اگر بخوایم مثال بزنیم، در زمان جنبش سبز که حالا یک همدلی اجتماعی، یه همگرایی اجتماعی عجیبی بین مردم وجود داشت، کسایی که اون روزا توی ایران بودن حتما یادشونه، یا حتی در خارج از کشور، اون روزا فکر نمی‌کنم کسی به ترکی که توی خیابون بود توهین می‌کرد. اون روزا فکر نمی‌کنم اصلا جوک کسی یادش میومد جوک قومیتی بگه. ما نیاز داریم به اینکه اون روزا ما یه ایده سیاسی مشترک داشتیم، یعنی یک تغییر سیاسی عمده، همه ما این رو پذیرفته بودیم و همه ما تا حدودی به یک توافقی رسیده بودیم و داشتیم در عملاً داشتیم براش می‌جنگیدیم. من فکر می‌کنم راه حل فقط و فقط انتخاب آزاد داشتن جامعه‌ای با حق یعنی اگر ما حق انتخاب آزاد سیاسیمون داشته باشیم، خود به خود بخش زیادی از مسئله جوک قومیتی، جوک سکسیستی و هزار چیز دیگه حل میشه، یا حداقل میتونیم به خاطر آزادی بیان بیشتر راجبش حرف بزنیم. خیلی ممنون از اینکه تحمل کردید. خیلی ممنونم امید جان. از همه کارشناسای عزیز تشکر میکنم، قبول دعوت کردین، استفاده بحث طولانی شد ولی باز خیلی از سوال‌ها و مباحث موند که انشالله در برنامه‌های بعدی توانا بتونه در واقع پیگیری کنه بحث‌ها رو. خیلی هم تشکر می‌کنم از همراهان عزیزی که امروز با ما بودن و همراهانی که بعداً این ویدیو رو مشاهده می‌کنن. خدا نگهدارتون.